محمد حسین محمدی یکی از نویسندگان برجسته افغانستانه که آثارش جایزه های زیادی برده. از جمله جایزه گلشیری برای مجموعه داستان کوتاه انجیرهای سرخ مزار و جایزه بهترین رمان از سوی انجمن منتقدین مطبوعات ایران برای رمان کوتاه از یاد رفتن. بعضی از داستانهاش هم به زبانهای انگلیسی، ایتالیایی و فرانسوی ترجمه شده. محمد حسین محمدی با توصیف دقیق جزئیات داستان رو با تصویرسازی روایت میکنه. روایتی بیطرفانه که ذهن خواننده رو به کار میگیره. بیشتر داستانهاش در افغانستان میگذره و در زمان جنگهای داخلی، به غیر از تازه ترین کارش به نام پایان روز. آقای محمدی الان ساکن سوئد و از استان اوپسالا با ما با اسکایپ در تماسه. آقای محمدی، شما بیشتر عمرتون یعنی از کودکی خارج از افغانستان در ایران بودید، اما موضوعات داستانهای شما اغلب در افغانستان میگذره، نه در فضایی که در اون بزرگ شدید. چرا؟ من از کودکی وقتی که به ایران مهاجر شدم، چون پدرم همیشه درگیر با مسائل افغانستان بود، در واقع عضو یکی از این احزاب جهادی محسوب میشد، کار میکرد به عنوان کار سیاسی و همیشه در جریان حوادث افغانستان قرار میگرفت. در واقع خانه برای من همیشه افغانستان کوچک بود از کودکی، با وجودی که این خانه ما در ایران قرار داشت، مشهد، ولی برای اعضای خانواده ما یک افغانستان کوچک بود. به محضی که از در حولی داخل میشدیم، ما وارد فضای افغانستان میشدیم. درسته کمی متفاوت تر، ولی گویش، نوع زندگی، رفتار، اخبار به این طریق بود که ما در واقع همیشه با افغانستان بودیم، با وجودی که در ایران زندگی میکردم. میشه درباره تازه ترین کارتون یعنی پایان روز کمی برامون بگید؟ رمان کوتاه پایان روز، خب آخرین کار داستانی منتشر شده ما در ایران، در حقیقت کتاب سوم از یک سگانه هست. البته مطمئن نیستم سگانه باقی بمانه، شاید چهارگانه شود یا حتی پنجگانه، چرا که این خانواده هنوز مرا رها نکرده. در سه کتاب در واقع ما به اعضای یک خانواده پرداختیم. کتاب اول از یاد رفتن هست که سال 86 در ایران منتشر شد، به پدر خانواده سید میرکشا آقا شخصیت اصلی هست. کتاب دوم ناشاد با فاصله 24 ساعته از نظر داستانی، زمان داستانی با کتاب نخست، ناشاد هست که متاسفانه در ایران ممنوع اعلام شد و در کابل چاپ شد، به دختر سید میرکشا آقا پرداختیم. و کتاب سوم که باید فاصله تقریبا 10 ساله نوشته شده از کتاب اول، پایان روز، به همسر سید میرکشا آقا و پسرش که در ایران مهاجر هست. و بیشتر مکان این داستان ها در واقع یک خانه هست، یک خانه مشترک، و همین سه شخصیت که در هست کتاب هست باز تکرار میشه. فقط در کتاب سوم ایا شخصیتی است که در دو کتاب قبل بیشتر غایب بود. خواننده میتونه هر کتاب به شکل مستقل بخونه و هیچ نیازی نیست که کتاب های قبل یا بعدش رو بخونه. داستان کاملا مستقل هست، ولی در عین حالی که قصه یک خانواده هست و به گونه سرگذشت انسان افغانستانی را در دوره های مختلف روایت میکنم. یکی از خصوصیت های کارهای شما اینه که انگار شما کنار ایستادید و تنها راوی تصویر و ماجرا هستید، بی این که قضاوتی رو به خواننده بخواین القا کنید. شبیه یه فیلم بردار، با این تفاوت که ابزار شما زبانه نه دوربین. درباره این شیوه بگید. من نمیخوام به عنوان یک نویسنده قضاوت بکنم یا حرف خودم رو به مخاطب تحمیل بکنم. من فقط آنچه که هست دیده میشه برای او عرضه میکنم و میتونم او نتیجه گیری بکنم. این نگاه تصویری در واقع برمیگرده به گونه شاید به زبان داستانهای ما هم. زبان برای من بسیار مهم هست در داستان. در واقع به زبان داستان به عنوان یک عنصر سازنده داستان نگاه میکنم که هر داستان باید زبانش خاص خودش باشه. حتی این تلاش ما در دو بخش ایا داشتم. وقتی که یک بخش شخصیت بوبو هست، پیرزنی که در یک روستا زندگی میکنه، زندگی شهری بسیار فاصله داره و محیط روستایی هست، زبان بسیار متفاوت تر میشه تا بخش ایا که در تهران رخ میده و محیط شهری هست. به خاطر که اعتقاد دارم شخصیت و محیط روی زبان تأثیر میگذاره، من نمیتونستم این دو بخش تقریبا با یک زبان روایت بکنم. اینجاست که این زبان برمیگرده به بخشی از اثر و جزئی از اثر میشه.
بحث زبان رو پیش کشیدید. در زبان نوشته های شما واژه های فارسی دری فراوان استفاده شده، اما از فارسی رایج تو ایران هم استفاده می کنید و این تعامل زبانی بین فارسی دری و فارسی متداول در ایران ویژگی منحصر به فردی به زبان کارهای شما داده. درباره این زبان توضیح بدید. به زبان می نویسم که به او زبان می اندیشم. من فارسی رایج در ایران و هم دری می دانم و از افغانستانم، هر دو یک زبان هست، منتها با دو نام در واقع دری و فارسی یکی هست. حالا خب به دلایل سیاسی سالهایی است که در افغانستان فارسی دری نامیده میشه. ملک و شعرهای بهار در ایران زبان خودش دری خوانده. خب برخواه. اما تفاوت گویش و واژگانی بسیار زیاد هست و باز یکی چیزی که من به این تفاوت در واقع دو فارسی رایج در ایران و افغانستان واقف ساخت همین مهاجرت بود، محیط مهاجرت. ما در مکتب و کوچه باید فارسی را با گویش ایران صحبت میکردم، ولی به محض اینکه وارد خانه میشدم گویش ما تغییر میکرد و گویش فارسی افغانستان میشد و ما به تفاوتهای گویش افغانستان و ایران پی بردم و چون به همین شکلی که فکر میکردم یا صحبت میکردم تلاش میکردم که بنویسم، این گویش مزاری که هست در واقع گویش فارسی که بیشتر در شمال افغانستان رایج هست وارد داستانهای مشهور. شما همیشه جزئیات رو به دقت توصیف میکنید. در داستان پایان روز آنچنان یک روز بوبو شخصیت مادر داستان رو با جزئیات تعریف میکنید که ممکنه از دید بعضی ها اینطور به نظر بیاد که آهنگ داستان رو کند کردید و ممکنه حوصله خواننده سر بره. چرا این همه جزئیات؟ دقیق گفتن، بسیار برای خودم هم گفتن که داستان ریتمش بسیار کند هست، اما این ریتم کند من آگاهانه انتخاب کردم. هنگام نوشتن واقف بودم که ریتم داستان بسیار کند هست، من خواننده های را از دست خواهم داد. به نظر من بخشی از داستان در همین ریتم کند رخ میده، بخشی از حادثه در این ریتم کند اتفاق میفته. زندگی اون بوبو و پیرزن روستایی که روزش در روی حولی گم میشه بسیار کند میگذره. پس من نمیتونم در این یک زبان روایت شو با شتاب، چرا که زندگی این شخصیت در سکوت و کندی و در واقع روزمرگی رخ میده. در همه داستانهای ما البته این نیست، داستانهای کوتاه من اتفاقا ریتمشان بسیار تند هستند، مثل داستان مردگان یا عبدالبیتل آمده بود اینجا بمیرد، ریتم بسیار تند هست با تغییر زاویه دید راوی و حوادث همینطور. اما در اینجا با وجود اینکه فضا زیاد دارم من، شخصیت محدود هست، ریتم کند، بخاطر زندگی روزمره این شخصیت ها کند هست. به گونه در پایان روز یک مرگ تدریجی هست که به نمایش در میاد، سکوتی است که شخصیت ها در این سکوت زندگی میکنن و فقط صدا در پیرامون اونا هست، ولی خود اونها جزی از این صداها نیستن، شنیده نمیشن. ممکنه چند خط به انتخاب خودتون از کتاب پایان روز برامون بخونید؟ آغاز بخش عیا که در تهران از خواب بیدار میشه رو میخونم. عیا چشمهایش رو که باز میکند برای لحظه شک میکند که در مزار است یا تهران. همه جا آرام است. فکر میکند در مزار، در خانه پدریش اگر بیدار شده باشد، وقتی از اتاق براید حتمی آفتاب روی حولی را پر کرده است و بوبایش را خواهد دید که باز از صبح وقت در حولیشان شور می خورد. به ماکیانهایش دانه می دهد، گاوش را می دوشد و به گفته خودش روزش را در حولی گم می کند. ایا همان طور که تخت را پشت بر جایش دراز کشیده است، رویش را به چپ دور می دهد و به طرف کلکین می بیند که نور صبحگاهی از شیشه های چتل بالاییش که با کاغذ کاهی روزنامه پوشانده نشده اند به درون میتابد، مگر هوای اتاق دم کرده و پر از دود سیگارت است و به یاد می آورد اینجا تهران است. تهران و این اتاق 3x4 مجردیشان که همیشه بوی سیگارت می دهد. در حولی با اتاقهای کرایی برای مجردها، در کوچه تنگ و باریک که رنگ آفتاب هیچ نمی بیند.